بنام خداوند بزرگ و بلند مرتبه. سلام علیکم، با برنامه قاب گفتگو بسیار خوش آمدین. خدا کنه که همتان خوب باشین، همتان های عزیز و دوستایی که اینجا آمدن، سلام به همتان، بسیار خوش آمدین. و دوستا با ما هستن، یک نفر ما متاسفانه که نسبت ریزش که آید آله شده بود یا مریضی مریض بود، سس پوپل جان خانمش مریض بود، خانم دومش اثر زینفتیده بود، مرچا را بیزان میکرد، گوشت قاق گفته بود بر زمستان تیار کنیم. پوپل جان سم سر دور آمد است من تا شفا باشه برش. و یکی از کسایی را ما با خود داریم، چوکی است، یک نفر دیگه است که بیاید چوکی بشینه که در یونان بود بود و ما نو خواستیم شفیز جان که دوستا همش متعجب خواد شدن. بله، بخاطر که یک چهره را میبینن که بسیار وقت میزبان بوده و حالا در برنامه ما هم مهمان خواد بود هم میزبان خواد بود و در برنامه ایدی هم بخیر شما زیاد خواد دیدنش. با افتخار امید نظامی کف میزنیم. بسیار خوش تشکر. امید جان زیر توصیف ما را اید را گبزر نمون. امید جان عزیز خوش آمدی، بازم بعد از یک مدت بندگری را تیر کردی آمدی. خوش آمد بالت گفتن بیایی دینه که این قشته بود ریش تامه نقدر باز. ما گفتم که خیر است باز ما خوب است. آمان پیسی پلام بود داده بود که ریش شکل کنیم. گفتن که بیچاره صفر رفته بود صفر آمد. خب امید جان باریم شوخی خوب میکنیم که زیاد چون امید نه او گیر کردن دوستای ما دیگه حال جاد پرسویا نمیشه تا باید دریو اکشن وقت نیانگو زندگی میکرد. خب میجم بسیار خوش آمدید. سلام علیکم. باز من سلام برای شما. دوستای سلام علیکم و تشکر از حفیظ جان است. از اون خدیجه جان است. بسیار خوش آمدید امید جان. دکتر صاحب. او دمی دایره را گرفته دمی روی پرینا کت سیلیز داره. پرینا بچار سلام کرد. مجی بچاو مجی بچاو. اخ لاپ نه طبعا خوب میکنه. هلپ میخواد. خب ارشد امید جان بخیر آمدی، سفرا بخیر گذشت و کل دوستا پشت دق شده بودن. بامداد از بامداد که رفتی و رفتی استرالیا و چطور بودک دوستا در اونجا؟ اگرچه در ایدا امید جان می آمدن روی پرده بودن یک دو سه بار و ای خوب است که از نزدیک هستین دیگه. چقدر وقت می باشین به کابل؟ دوستا کلش خوب بود شکر. سلام گفتن افغانایی که در استرالیا زندگی میکنن، برنامه طلوع رو می بینن، تمام برنامه را و یگانه کسی را که خیلی دوست ندارن قسیم است. راست میگه خود در خارج من زیاد علاقه من داشت دارم میگم تو به خاطر از این مرازاش فهمیدیم به خاطر غیبت کرده ایست. دیگه انشالله که همه چیز خوب بوده و دوستاریا در کنسرت بود باشه. فیزیان امید رفته بود کدام کنسرت آشکونه بود بریم. زیاد معلومات از خود کده بازی جیگه امید در اوجه رفته بود گفته بود اگه آهنگ آشکونه بخون یا آهنگ زنگ مکتب خونده بود اوجه و او خاطر باز امید برده بودن در بخشی که چشمکت نکو بخاطر زیگه دوستا خبر دارن و گفت کمی رازا را نگو. باز مدت 11 ماه در یونان ای بندی بود و ما امید استرالیا ده کجا گفت چه یونان ده کجا؟ اول در یونان بندی 11 ماه شد. آهنگ بسیار از اون وقت بابادی آهنگ بسیار موت شد در اوجه که تا در دیسکو هم زنگ مکتب پلیم. در دیسکواد دخترها بودن زنگ مکتب کلش بند رقص نمیکن تنگ 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 کرد چکش در زنگ مکتب. من خوش هستم به خاطر که دقل امی زنگ مکتب همه قدر مشهور شده که سر زبان هست. سر زبان هست. از دولوسی ها کمید میره زنگ مکتب میخونه بشه. به راستی هم یکان فکر مرد یکان جای میرم در یک محفل میگن بیا یک بیت بخون. باز میگم من زیاد خواندنای مکتب خواندیم. خیلی من آهنگ زنگ مکتب می خورم شاوار و سیواز زی کاسابرو کنم قدم مارش برم. حتی در بیشتری وقتا باش خیلی جدن در بیشتری وقتا که به حساب امید خواهش میکنن که بیا یک آهنگ بخوان پرزی آخر است که می خورم ما کودکان افغانیم. اون نفر بازی اثر استیج تام میکنه میگه تو هنوز کودکی تیر شده تو 43 سال است که بندی بودی. خب برسات امید جان با خود داریم انشالله هم مهمان هستن هم میزبان هستن از رای بسیار دور آمدن و انشالله در برنامه ایدی هم شما خواد دیدن امیده دیگه انشالله که با ما خواهد بودن و بیاین بریم طرف دیگه دوستان. سیار جان خوب خود خوب هستی؟ زنده باشین تشکر. سیار جان خوش آمدید. سلام به امید جان. شکر سیار جان. حفیظ جان، خدیجه جان و آقای ابراهیمی. آقای نیست خودم هستم، آقای من دکار هستم. نه خیر نه، دوباره مدیر صاحب نگفتیم. آفرین. و امید جان خوش آمدید میگیم. بسیار دیر وقت اگرچه در بامداد بودیم
یک روز عید از رای دور می‌دیدیم چهرهش بسیار بدرنگ بود، مالک می‌بینیم مقبول از شکار. نفهم تصویر خراب بود یا چی. خب به هر صورت فیلم برداری میکرد دو برنامه های خلابه بود، کامرا خراب بود. ما برای امید جان یک شعر میگم. ما و تو دو نفر و یک وطنیم، بشک واو واو واو، خوشحالیم هم خانه ایم بی وطنیم، واو واو واو، خندکو خندکو تذکر اگر کانی کنیم، بیا که جان کری را میمانی کنیم. واو 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 واو، بشک بیا خواهد شاعریت خبر نداشتم. نه یگان تانزکای کتا بیاده 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 به نام دیوان چتل نویس سیار متین دیوانه که نوش هست. خب یگان تصویرک ها ما داریم که یک تصویرم اینجا آماده است. ایروال ما بازبارش گپ میزنیم. نه بخاطر فکر میکنم پیش از که ببینیم تصویر گپ بزنیم خوب است. خب که بعضی کسا از چی همی تصویر تا کدام هم شریک ساخته بوده نه؟ بعضی کسا هستن که از موتر دوزا بسیار شکایت دارن. ما رای حل شا پیدا کردیم. تکنیک نوست که میتونیم که اگه تکنیک بزنن شاید پیش موتر کس پیش هم نشه. میشه از این ترپالا را بخرین. این ترپالا را پیش خانه قسیمشان فروختن میشه. میبینیم ببینیم دوستا. چی یک موتر غرازه؟ که طرفش نزدیک شده نمیتونین میترسید. این صاحبش هست. به خاطر دوزایت کردش. نه زیر از ترپال. این تا افغانستان باشه که بیخی 20 تا ترپال هم بندازه میبریش. شاید بگه که برو همین ماشین زیر کار میتر. این کار کنین باز موترتان دوزی نمیشه. چک چک برای زمون موتر دوزاست دیگه. چک چک باز قسیم جان که ضرورت نداره برازو به خاطر که موتر خود از این غرازه است. راست میگن ترپال ضرورت نداره. یا کسان بایسکل ترپال کش میکنن در پیشخانه خود سیارشون. و عفیز جان یک چیز دیگه که از موتر یاد کرد همین پلیت هم عفیز جان میبرن. پلیت هم موتر هم میبرن ها؟ میتونی پلیت های تا در خانه باید؟ باز منطقه باز موضوعی بسیار مهمی است که پس زنگ میزنن نگه در این قسمت میمانمش پیسه بیار کو بسیار شده از این خبرها. خدیجه جان بسیار خوش آمدید. سلام به شما، سلام به تمام بیننده‌های عزیز که لحظه برنامه قاب گفتگو رو تماشا میکنن. با امید از که همه شما صحتمند باشین و روز جمعه را به خوبی و خوشی سپری کرده باشین. من درباره دو برادر برتان معلومات میتم که ببینید در تصویر میبینیم دو برادر بعد از 68 سال با هم یک جای شدن. اینا وقتی که دوگانی در شفخانه به دنیا آمدن از هم جدا شده بودن. دوگانی در شفخانه به دنیا آمدن باز بعد از اون بعد از 68 سال اینا به هم دوباره یک جای شدن. سعی کنیم چقدر جالب است. سلام غلام علی کجاست؟ بعد از جنگ جهانی دوم که یا جدا بودن و آل نو دیدن دوگانه یایی که آن رو بگیری سفید شدن هر دویش در شفخانه جالب از گم شوی؟ جالب از بعد از 68 سال از ما مک بدرک ما در شفخانه تبدیل شد دوگانه ای بریم اوباما حالو رئیس جمهور است و به امید یک روزی که ما اوباما هم بغل کشی کنیم و دو برادرهای گوشتک اگر تو را تشخیص کنه که نه او میفهم مگم سر خود ماشین کنم میفهم که بیادرم است او در تلویزیون دیده بود از ریق قد اوباما بسیار بلند است خود اگر او خود در ماشین کش انداخته در ماشین کالا شوید امید جان خوش آمدید میگیم امید جان حالا مرا سه چهار دفعه خوش آمدید دیگه تو خود میمان هستی رشخندیز بیزو خب قسیم جان کنم چیز نمو خود داری؟ ما از امید جان میخوایم پرسان کنم امی آهنگی که تحمینه جان سرودین که فکر میکنم که عاشقانه بود در موردش بگوید این صحیح است که آهنگ چه وقت در برگره؟ بسیار آهنگ خوب کش کرد یعنی مزیاد نشش کرده خود ما شخصی در رادیو و در تلویزیون ایچ تو یا آهنگ سرودین شعر از کی بود؟ ایچ تو کمپوز از کی بود؟ از کمپوز از کی بود؟ شعرش از خانم است از آرزو جان شعرش سروده بودن و یک روز در خانه بودم و تصمیم گرفتم که یک کامپوز بسازم جالب است که اتو هارمونی هم پیش من نبود اما تو تخیلی و کامپوز ساختم برای تمیم جان روان کردم تمیم جان نصیر خیلی موسیقی به ارنجر خیلی خوب است موسیقی می سازه اونا ساختن و ما به خاطر برنامه اید که در ملبورن رفته بودیم برنامه اید بامداد خوش ثبت میکردیم تامین جانم بود قرار بود که یک آهنگ ایدی رو همونجا ثبت کنیم ما که میخواستم یه آهنگ به آواز پرتم و امو دکلمه اول شکه ثبت میکردیم تامینه گفت که من میتونم یک آلاب کنم گفتم از آلاب خیلی خوشم میشم از آلاب بالاخره که ما آهنگ دوگانه اجرا کردیم جالب است که تامینه پیش از او آهنگش نشنیده بود و من خوب بسیار مقبول بود آهنگ بسیار خوب جا آهنگ بسیار ویدیوش هم مصطفی جان ثبت کردن در سیدنی و بسیار خوب یعنی آهنگ بسیار مقبول است انشاءالله منتظر میمانیم یک آن آهنگای دیگه میگذره در اوجا دق میشین نمیشین رفیق پیدا کردین یا نه بسیاری کسا میرن جوان ها کلش میرن خارج میرن شما از خارج آمدین عملا یکان قصایی که واقعی است من نمیگم که مثلا خارج جای بعد است کسایی که میرن سطح زندگی استانداردش بالاست مثلا امکانات است خوبی های خود داره
استرالیا خب یکی از بهترین کشورهای دنیا است، ولی اگر یک کسی از راه قانونی بره، با خاطر که بعد از سال 2012 هر کسی که از طریق کشتی استرالیا رفته داخل استرالیا نشده، چون دولت استرالیا قوانین خیلی سخت گیرانه را در مقابل مهاجرین در نظر گرفتن که مهاجر غیر قانونی را به هیچ وجه داخل استرالیا نمیمانه. اگر امو طی مراحل قانونیش تمام میشه، بعد از او برش میگه که یا دوباره افغانستان برو، یا ای که خودت داخل استرالیا نمیبرم، یک جزیره است به نام پاپاگینی در اونجا داخل میکنه. پاپاگینی فکر میکنم کاکای در اونجا زندگی میکنه، در پاپاگینی. ولی در پولیز یک دخواه کچولو میده کاکای اقتصاد خود تقویم میکنه. همه مهاجرین داره استرالیا برای کل کشورها، چون یک کشور خیلی کلان و 25 میلیون نفوذ داره. کسایی که از طریق تحصیل بخواین، مثلا زیاد کساس من نمیفهمم راهی است که بخاطر تحصیل میرن باز اونجا زندگی رو میکنن. خب اونتا یعنی غیر قانونی در هر صورتش در هر جایی که بره مشکل است، نه تنها استرالیا، مبدا یونان مثلا کار باز کارم نمیتن کسی غیر قانونی باشه. نه کار میتبرد، ولی کسایی که تازه در اونجا داخل میشن، اگر دولت استرالیا تو رو به عنوان یک پناهنده و مهاجر قبول کنه، تا یک مدت ویزی موقتی که برات میده خود دولت برات معاش میده، که معاش دولت استرالیا از دیگه جای کده خوبتر است، تقریبا $2000 در یک ماه میده اگر کارم نکنی. ولی بریم چیه؟ اگر غیر قانونی فعلا بری، کسایی که دی دو سال آخر رفت و یه حال میخوای بره، به هیچ عنوان قبولش نمیکنه، به هیچ عنوان قبول. سرگردان میشن، پولشان مصرف میشه، دو سه سال در زندان میمونن، زندانم خود امو کمپ و یا که است زندان ورده. زندان ورده. میگه در زندان هم ماش میتن یک هزار. میتن. در زندان ماش میتن. خب ماش میخوری دیگه اگه بتونم در افغانستان هم که یک از زندانی ماش برش نوناوش هم میتن. در زندان تو ماش نیست که بگی پیسه میتن. ماش برنج اگت میکنن میتن برش. خام بله ها. یعنی که وقت آزاد چونی باز پختک داره که بره. قسیم دیگه رو نصیحت میکنه، خودش تصمیم داره که بره. نه خب باید نره. نکنی کار قسیم از رای غیر قانونی نرو. نه او استرالیا نمیره. او استرالیا نمیره پلان اروپا را داره. از ماما پیش بیادر میرم و با ما را مگم کردیم باید پیش من آمد گفت امنیت شما خراب است، ولی ما پیش میم I will come in brothers, no problem, I love you. نه من تا جوان ها بسیار میرن طور کمی جان گفت غیر قانونی رفتن زندگی خود را خطر انداختن است، و تا که اسناد قانونی را میگیرن، تا که اونجا قبول میشن، بسیار مشکلات برخواد خوردن و از امو رفتن خود پشیمان خواد شدن. من یک تعداد دیم افیز جان که 6 سال پیش در استرالیا مثلا آمده، خودش هم اونجا زندگی میکنه، خانوادهش در اینجا است، مثلا پدر مادرش در اینجا است، عروسی کرده، اولاداش در اینجا است. وقتی که تو عروسی کنی از فامیلت، از پدر و مادر دور باشی که دوباره افغانستان هم آمده نتونی و وارم خواسته نتونی، دیگه او زندگی چی بدرد میکنه؟ یعنی بر مجرد چانس زیادتر است؟ فعلا نه، بر مجرد هم نیست. اگر تو غیر قانونی بری بهش اون قبول نمیکنه. تو میتونی از رای بحر بری بازو اگر شارک چک زد دیگه بچه این به پناه خدا سپرده مت. اگر تو را شارک خورد یا سگ به ما غرض نیست. سگای شما رو بین اوزن سلام تو با ما مای بکسن بریم با وقفه دوستا، و یکی از دوستا رو دعوت کردیم که آهنگش به بسیاری مدت شما شنیدین، آهنگش از طریق رادیو آرمان با آهنگ صوتیش هم شنیدین و یک دم به تصویر مبدل شد و همه را متعجب ساخت. انشالله که در این برنامه هم خواهد بودن و شما را متعجب می‌سازد. اما وقفه در میان است. دوباره خوش آمدیم دوستا، و مهمان ما نرم نرم آیسته آیسته میه. دختر با صدای خوش نباید بمیرم، دم زلف رسای خوش نباید بمیرم، رفتی ز برم دور عزیز دل من، دم دوری در باید بمیرم. نرم نرم آیستا بیا مثل گل دستا بیا، نرم نرم آیستا بیا مثل گل دستا بیا، دخترم جگی جگی مرا دم بارم جگی، دخترم جگی جگی مرا هم دم جگی، نرم نرم آیستا بیا مثل گل دستا بیا، نرم نرم آیستا بیا مثل گل دستا بیا.
یا هنگ یکی از آهنگای بسیار مقبول است، از او خاطر خواستیم که یک زیادترش را بشنویم و تیم جانم بخوانن و یکی از آهنگایی که ماندگار خواهد بود آهنگ قرسکه که کلگی منتظر بود تیم جان ببینن زودتر. و تیم جان از چی وقت شما شروع کردین به موسیقی؟ ما شما را بخی نو دیدیم با می آهنگ. زنده باشین. اول تر از همه تشکر میکنم که در برنامه زیبایتان ما را دعوت کردین. زنده باشین. ما موسیقی را مثل طبق معمول که همه هنرمندان میگن از طفولیت شوق داشتم. من از طفولیت شوق نداشتم. در حالی که در خانواده هنرپرور بودنی آمدیم، با وکلان ما استاد لیسی موزیک بوده، در رشته فلوت استاد میرعبدالرحیم ناله، من حوصله از اون هستم. صنف پنجم موسیقی را در لیسی موزیک تدریس کردیم در افغانستان و تقریبا مدت 25 سال است که دور از افغانستان زندگی میکنم. خب کجا زندگی میکنم؟ در جرمنی زندگی میکنم. جرمنی زندگی میکنم. قاسم جان آدرس شما بگی که رفتی باز. آه بخیر، یه خانه نداریم که اگر پلان داره میگه که من میرم از افغانستان. کل افغانستان پلان داره که میگه نه قاسم اندها بخ پای بند کرد که 100 از روی بخر میره. و ما که تیم جان شاید اونجا ما برم و ما بس فقط تانگو نواز مرا معرفی کنه اینجا. ما بردوچ باز ان شاء الله نواز تانگو چیه؟ تانگو یک آلی موسیقی است مرا که اصلا موسیقی مو آسی است میفهمی. خب حالا سی بیو انگ معرفی کنین که عمرش چقدر است، موسیقیش کی ساخت و آهنگ است که واقعا زیاد کسا خوش کردن. زنده باشه. لطفا از یه آهنگ تقریبا 2 سال پیش ما در کابل ثبت کردیم. کمپوزش از میدی جان فراخ است که در کابل زندگی میکنه. بسیار قرسکان خوب است. موزیکای آهنگ ارشاد جان امان که در ستاری افغان بود، حتما هموطنان دوستان ما میشناسن. ارشاد امان موزیکاش برام درست کرده و کلبش دامبرگ جور شده. بسیار خوب، دامبور جور شده. یعنی به خاطر یک کلیپ کجا کجا که و راست نرفت. تیم جان شما اونجا چی کار بار میکنین در جرمنی و در کنارش درس هم اینجا خواندین اونجا خواندین؟ تحصیلات هم تا صنف در افغانستان خواندیم، بعد از چند سال در مسکو تحصیل کردیم و بعد از آلمان خواندیم. خب چی خواندین نگفتین؟ درس بیکاری. تحصیلات فوق العاده ندارم که تحصیلات فوق العاده داشته باشم. مقصد ما کردیم که در شوروی لسانم خواندم، در آلمان لسانم خواندم و در ضمن لسان یک رشته به حساب بزنس که بزنس خاطره رو چمور تحصیل کردم. تیم جان یک آهنگ دیگه تان هم از وام بسیار مقبول است، میشه درباره او آهنگتان کم معلومات بدید؟ وام قرسک است. جان وام هم یک از ساخته های مدی جان فراخ است. وام موسیقی شعر شاه جان امان درست کرده که او رو در ظرف 3 هفته شده همین 3 هفته که آمدیم در کابل درست کردیم و ویدیو کلیپش هم شاه جان یوسفی. از هنرمندا به کی علاقه دارین؟ آهنگایی که زیاد میشنوین چی داخلی چی خارجی؟ والا هر کس که خوب بخونه برش علاقه دارم. خب ما خوب میدم خوش دارین. از می جانم شنیدیم چه آهنگاشه؟ کدام آهنگ شه؟ آهنگش نشی آهنگاش نشیدیم. یک آهنگش که فکر میکنم در تاجیکستان یاد خارج از تفهم کنم جای هست که دم چوکی کسی نمیشه به خاطر چوکیش بوده. به خاطر آواز شما. به خاطر آهنگش اومده یادم اومد دم خیال بوده مثل که. آرام است. آهنگ خوابم نمیبره. خوابم نمیبره. ازبکستان صد کرده بودیم. ما خودمون هنرمند هستیم، ما دو نفر هنرمند هستیم، ما جفت بسیار دوگانه میخوریم. یک آهنگ میخوام قبلا دوزی شده از خودم بود. نرم نرم مایستا بیا مثل گل دستا بیا دختر حق جیگی جیگی مرا دم بر تیگی نرم نرم مایستا بیا مثل گل دستا بیا. دارم ارمان امروز، دارم ارمان امروز هر سخت مزه دارد، چک چک مزه دارد. باز از کالا کنسر نشه دوباره خواهی نکنیم از ماست نگه ای آهنگ میگه از ما بود دیزی شده بود آهنگ شما را خواندن امی آهنگ آهنگ بفهمین بفهمین اینجا امی آهنگ را که شما خواندین امی آهنگ نرم نرم آهسته بیا امی را یک آهواز خانه دوگام خوانده شما اول خواندین یا اونا ای آهنگ اولا ما خواندیم
او هنرمند دیگه کنه رجاجان رایش فکر میکنم از مجاز که یک قسمتش البته خوندم دخترک جگی جگیره اولش بخونید اول آهنگ از ماست ما تقریبا دو سال پیش اینجا بله بچه با چند زبان خوندم والا متاسفانه در افغانستان کس اجازه نمیگیره والا از این وقت چونم یه آهنگ زیاد این رقم یک آهنگ 20 نفر میخونید که صدام نمیفهمه که کدام هنرمند اصلی چه خوانده به مو خاطر حالا میگن به هر آهنگ به حساب لیسانس و جوار سر جور میشه و نمبر پلیت ها به اینی خاطر که کس دیگه از این باید نتانه که تقلب بکنه خب هر آهنگ در دل چنگ در مورو گوش کن از هر هنرمند از هر آوازی که باشه هر کس کنده باشه ولی کل آهنگ در دل آدم چنگک میندازه خب مقصد یکان آهنگ ها واقعا چنگک میندازه تایم جان ورزش میکنی نمیکنی نمتاوست ما ورزش تقریبا 5 سال ما آبوزی میکدم متاسفانه که آبوزی ریلا کردیم یک چهار ماه شده که دوباره پس شروع کرد ولی یک کلیپ آبوزی رو داریم مانه؟ یک کلیپ آبوزی رو داریم یک تفلک خورترک آبوزی میکنه تایم جان دم برگ غرف شده بود خدا نه اون نیست نه دیگه شده دیگه این رو ببینیم بسیار جالب است بشه یک امید نظامی از دابای استرالیا مانده خدا نکنه این تفلک است که یعنی غیر قابل باور است که یک تفلم بتانه آبوزی کنه دوستا که ببینن نه او در گشتن آمده صمیم نظامی بچه امید نظامی صمیم نظامی مانده اونجا شرکش بعد از نهانگ زنگ مکتب اتفاق افتید شما سکیم ببینید چی تو این آشپزخانه رو گرفت حفیظ جان خوب نه نه یه عوض است خود داخل خانه است حالا ببینید که چی تو سراو میمانه فقط همی رویش سراو میمانه چوچگک جیگی جیگی مردم برت بگی او آواز بر خود گرفته خدا بازی هم تو چی است که خدا آرام بگیری سر او میمونه اما این طفل که چی تو آموخته شده و عادت کرده یا بازی میکنه یا ایگه کفتاد نه نه ایرم کاموخته شده معوز بوده همیشه رفته خود انداخته و این قسم مانده این به حساب از نسل انسان نیست از نسل مویسی اون سایی کشش کرد گرفتش جالب است تمیم جانم آب بازی را شما دوست داریم دیگه آب بازی را زیادتر دوست داریم در چند متر او شما میتونید که آب بازی بکنید والا تا دبرم آب بازی کردیم دبرم آب بازی کردیم تم جان از این بالا میشه که زیاد علاقمند خوردن غذاهای متنوعی هستین میشه بگوین که کدام غذا را زیاد دوست دارین شاید هم نباشم والا ما تو چیز دیستم که چی را خوش داشتم چی را گفتیم چی بگن افغانار چی که پیش آمد بکبرست خواه بسیار خوب و از زندگی شخصی بگوین برادرها فامیل عروسی کردین نکردین؟ عروسی کردیم چهار برادر هستیم یک همشهریم هست کل ما در آلمان زندگی میکنیم یک برادرم در لندن زندگی میکنه دیگه بسیار خوب تمیم جان بامی آهنگ جیگی جیگی خیلی مردم شناختن تان یا قبل از این؟ والا نه بامی آهنگ من قبل هم گرچه که آهنگا خوانده بودم یک آهنگ قرسک از نظیر جان خارا رو خوانده بودم یک دو آهنگ دیگه هم دو آلند ثبت کرده بودم اما متاسفانه اونقدر نبرامده بود دو آهنگ من بعد از این منطقه هم یه آهنگتان کمی نشر شد در رادیو کلی منتظر بود که میگفت هنرمند زیر باید ببینیم که انشاءالله باز دیدن باز که دیدن چی عکس العمل داشت دوستا پیش از اینکه عکس العمل دوستا رو بگم یک تشکری خاص میکنم از رادیو آرمان که البته امروز که ما برنامه شما دعوت شدیم کلش از لطف و کرامات رادیو آرمان است که آهنگ ما رو نشر کرده یک تشکری خاص و یک کف بلند و امیر نگفتین که عکس العمل مردم چی بود بعد از اینکه آهنگ شما را دیدن کامنت هایشون چی بود درباره آهنگ درباره خود شما والا عکس العملشون خب بسیاری کسا باور نمیکرد تا بسیاری وقت دارم گرچه کس از فامیل خودم باور نمیکرد میگفت یا آهنگ تایر است بعضی میگفت آهنگ صدیق است خب بالاخره تا که میره کلیپ ویدیو کلیپ شجور کرد باور کردن اولین نفر که براتون زنگ زد کی بود که کلیپتون رو دید براتون زنگ زد که آهنگتون بسیار مقبول تشویقتون کرد زیاد اولین نفر که کلیپ من دید خودم بودم دم سر ابروی کجش مانده رخشین ای دلبر شیرین ای دلبر شیرین ای مثل گلاب القزده کرده صدف چین ای دلبر شیرین ای دلبر شیرین یا مرا زندار بساز یا خود شویدار ای آی
این قسمتش بسیار جالب است. نام بساز یا خودش ویدار بساز. بیغم شو هر دو طرف. باز قسم دو یک قسم خانه یا مرا زندار بسازید یا مرا خارج روان کنین. آه از من او رقم بسازید. بازم جان میگه که یا مرا زندار بسازین یا مرا دمی طلوع قبول کنین. مردوی شده بردو آرزم آرزو بسیار تشکر تامین جان از این کامل برنامه و تشکر از ای که آهنگای بسیار مقبول قرسک همه خانین و لطف شما چند لحظه دوستا فکرشان بدگه میشه و از غم و جنجال روزگار فکرشان دور میشه و انشالله ما منتظر میمونیم و آهنگای بعدی تان هم بخیر زنده باشین تشکر از این که مرد دوت کنید سلامت باشین سلامت باشین دخترک جیگی جیگی مردم باشین بله و یک چیز بسیار جالبه که در تکنولوژی رخ داده امید جان میگن قصه تکنولوژی را خاط کرده از استرالیا که یک چتری جور کردن که اتومات است. بله. حالا بریم که اتومات چی میکنه چتری. سلام مجدد به شما در بخش سینما و تکنولوژی خوش آمدید. امید خیلی زیاد خوش آمدید. یک چتری را به شما به معرفی میگیرم که اتومات است. اخیرا کمپانی HAZ یک چتری را ساخته که به طور اتومات باز و بسته میشه و یک خوبی که چتری داره ولی یک چتری های خوبی که این چتری داره یک خوبی که چتری داره ای توسط اما بلوتوت که برای بلوتوت که در این نصب شده در موبایل اما کسی که چتری را میخره وصل است وقتی که باران میباره او مسج میده به صاحب خود که اینا باران میباره من فراموشت نشم و یا جایی که گم میشه باز توسط جی پی اس برای صاحب خود الارم میده که من این اینجا هست موقعیتش نشان میده و یک رقم کلای پیک نمبر میده که ریموت کنترل میشه مثلا نفر میگه ما کلای پیک ریموت میکنی فش میده کلای ریموت دیگه میکنی کلایش خود جام میکنه بالونگی تاو میره بالونگی و دوستان از این چتری اتومات جور نکردن دیگه باران است صبح میذاری سر او خالی میشه. خویده کشورهای زیاد استفاده میشه. یک صدا یک میکنید پر تو نفر است جو بشه فرد. خارجی ها نفرد سطل خالی میکنید. کاکایت سربان بالا کنید خالی کنه مردم بازید. نه جالب است که جالب است که خود چتری آب هوا را برات میگه. و وقتی که بیرون میری میگه که گرمی است من فراموش نشم این چیزا بعد از جی پی اس به اون نصب شده وقتی که جای فراموش میشه اون بلوتوت که در موبایل نصب شده الارم میتاه که من این قسمت هستم بخیر موقعیت که مو جام فراموش شده مو را برشان و یا گل چتری بسیار بهتر بود صاحبش دختر بود برش مسیج اومده که آی لوف یو چتری خودت کات کات کرد خب امید جان چیزی من بگم جالب است اون برام که در استرالیا در موترهای پلیس ترافیک یک چیز است کدام نوع تکنولوژی را وصل کردن که موتر که جواز سیرش تاریخش پوره شده باشه وقتی که در 20 متری موتر پلیس نزدیک شوه تمام مشخصاتش روی یک صفحه کامپیوتری میآید که اینی موتر که در این موقعیت است و وقتی شده میاد پلیس استارت میکنه نامتون میفهمه خب میگه که نجواز سیر موتر پوره شده و اجازه نداری که حداقل یک بار تو یک متر دیگه موتر تا شروع بتی پایین شو برو اسنادات دوباره مثلا تکمیل کو جار سایر پس تمدید کو باز محتر ریاست ترافیک ورس میری تاویل میکنی بانک دارن تو مرحله مرحله میگردی یک جای اسمره میتونی خود ساقین پیسه رو میگیری خلاص سیستم به خاطر آسان ساختن ما اگر لیسانس بگیرید مو امتحان کامیاب شوی کسی نیست که زیاد امضا بیا کنه وقتی کمی کامیاب شدی میشن عکس تا میگیرم یک نفر پشت کامپیوترش کل صلاحیت داره لیسانس تپرت میکنه پول که باید تاویل کنیم خودش از پیشت میگیره لیسانس تمجه باید میتونه رشوت خونه میگیرن تو خونه است که بگویی که ما بچه قماندان فلانیستم یا فلانیزود که کار رو ولی ندیدیم را اگر کدام کس فکر نکنم که باشه قماندان جان کارنر آفرین بترس نام تغییر بده اجازه بریم سینما؟ آه بریم سینما میریم؟ بریم سینما حال فیلم برات میگم امیجا بیشی سایکو زیاد شوخی کردیم بود خب فیلم قدم زدن براتون به معرفی میگیرم از سینمای هالیوود است یک فیلم خیلی مشهور است یک فیلم واک بله یک فیلمی است که از داستان یک مرد گرفته شده که این مرد در برج های بسیار بلند سر ریسمان قدم میزنه به می خاطر این فیلم داستانشه بله داستانشه از این مرد گرفته از داستان زندگی این مرد گرفته شده این فیلم توسط زمکس کارگردانی شده هنرپیشه مشهوری که در این فیلم بازی کرده جوزف است و شارلوت و این فیلم به شارلوت خان شارلوت بله شارلوت شارلوت خان یک رقابت با قسیم هم داره بله این فیلم در 2 اکتبر 2015 به بازار عرضه میشه باز میتونه قسیم بدل جان در خانه سعی کنه آل سینما نه یکی از فیلم های تخیلی و آرزوگی قدم میزنه این فیلم سیبودی است بله ولی فی جان اگر پشت این فیلم را آدم سعی کنه باز خود فیلم دل آدم نمیشه که آدم سعی کنه چقدر یک برج بلند است و دسر او ریسمان چه قسم قدم میزنه
این دیگه فقط واک از قدم زدن دیگه فیلم مکمل سر قدم زدن خاطر این پای نقش ببینه ببینه قدم زد تیز شد خلاص خلاص دادم بس سر کوچ قدر تمام مثل لازم داستان واره نباشه که سر کوچ هیچ نما صدای پای اسب که مشکله بود بسیار خوب تشکر تشکر زنده باشی این فیلم بنام واک بود که فیلم نه از هالیوود بنام داک تو یک سگ بچه فیلم است. آه خدا خودم سگ بچه فیلم است. بزرگ خودت معرفی ده ایوانات رو من معرفی میکنم باید فیلم جهان ایوانات خود باشه وقفه بسیار خوش آمد این دوستان و فرخنده جان معلوم میشه از چریش از رنگ روخش که امروز با خبرهای بسیار تازه و با گپای نو بله. و یک چیزی که از یاد میرفت مژده نو آمده مژده رو بر دوستان میگیم شما خود اول برنامه صحبت نکردین روی ازی حالا ما در با از طرف شب ما میگم اما صحبت های که مژده کردن در بامداد اون نیست من میخواییم در بخش سپورت گپ بزنم اول سلام بر دوستان تقدیم میکنیم که باز خوب از هر چیز با سلام و کلام باید آغاز کنیم علیکم سلام تشکر بعدش هم امید خیلی خوش آمدید میگم فراموشت شده واقعا امید از زیاد دخ شده بودیم پشت خوب شد آمدی و یک خبر خوشم برات دارم حالا به دوستا گفتم شما بشنوین مژده را بگوین اول مژده ای است که مسابقات قرعه کشی البته مراسم قرعه کشی خلاص شد انجام شد مسابقات جنوب آسیا افغانستان در گروه دوم از رقابت‌ها قرار گرفته با بنگلادش و همچنان بوتان مالدیف هم گروه شدیم بنگلادش بوتان مالدیف هر سه کشور را که شکست داده بودیم بله و بعدش هم دیدار ما خیلی راحت است به خاطر در گروه دوم کلش تیمای است که ما مطمئن هستیم که ما برنده از رقابت ها میشیم این مسابقات از 23 دسامبر آغاز میشه 23 دسامبر 2015 ادامه پیدا میکنه بله البته فاینال مسابقات هم به تاریخ 2 جنوری برگزار میشه بعدش هم اولین بازی با بنگلادش هست به تاریخ 24 دسامبر و دوستا مسابقات سف گیم یا جنوب آسیا حق نشرشون خوشبختانه طلوع داره و این مسابقات به گونه زنده است طلوع آرمان اکوزیوم شاید باشه بله. که بشنوین و ببینین بخیر و منتظر باشین این در حال است که ما یک بار عنوان قهرمانی از مسابقات در سال 2013 داریم ما امید رفته بودیم ما گزارش نیپال رفته بودیم باز دوباره میریم باز هم میریم و یک بار دیگه هم در سال 2011 ما نایب قهرمان شده بودیم به این رقابت ها امسال هم دیگه از عنوان قهرمانی خود دفاع خواهد کردیم اگر در گروه مقابل ما که اند است و البته نیپال است و کشورهای دیگه است تنها میتونیم در گروه الف سر نیپال و اند حساب کنیم که این تعریف خیلی قدرتمند ما است که در 2011 در قهرمانی مسابقات بود قهرمانی هستیم بله دقیقا خب حالا میریم سراغ کپم پیش ماست کپم پیش ماست آه بله بعدش هم ایوار که اگه بریم بازم بخانه میاریم میدان سبزم دو کن چشتا بسیار گفت خوب دیگه از اونهای بازی کپ افتوالگن در خانه نگاه و یک چیز بسیار جالب دیگه که امو ایجانه که بعد از برد افغانستان یا قهرمانی افغانستان در جنوب آسیا بود که کل افغان ها برامدن بروی سرکا در هر جای میله بود و ساتری بود و مکم شوخی بود و خوشحالی بود امو خوشحالی و تمام چی میگنش هیجان دوباره بر میگرده و یک سفر فوتبالی باز آغاز میشه و سفر فوتبالی ما جریان داره بانند دیگه باز خیرکا میکنیم خب آرزو داریم که بازم قهرمان شیم که مو خوشی یک بار دیگر زنده کنیم بر افغانستان حالا میریم سراغ خبرهای ورزشی کاران ورزشی افغانستان در فوتبال در دو بخش خانما و بچه‌ها رفتن و مسابقات حالا صحبت میکنیم روی تصاویر که کدام مسابقات میبینیم. رفتن اولین بار است که افغانستان ژاپن میره بانوانش خب کاروان تیم ملی فوتبال بانوان رهسپار و ژاپن شده به خاطر تمرینات مشترک فوتبال البته یادمون نره که مسابقه که باختیم در برابر تیم ژاپن 6-0 حالا می دخترها قرار است برن ژاپن ببینن چند تیم از ژاپن ملاقات میکنن دیدارهای دوستانه رو برگزار میکنن اردوگاه تمرینی رو برگزار میکنن این یکی از میدانهای ورزشگاه تاریخی ژاپن است که اورشیما از اینجا هم دیدن میکنن و بعدش هم با چند تیم از بانوان ژاپن صحبت خود داشتن از تکنیکای از اونا خود شدید ساختن برنامه خود تیم ملی بانوان است روی از گپ میزنیم بعدش هم تیم ملی فوتبال 16 سال کشور به خاطر شرکت در رقابت های آسیا رهسپار کویت شدن قرار است که با کویت و سنگاپور و همچون سوریه مسابقه بکنن بچه هم رفتن کدام جای بچه همین بچه هست و بعدش هم و مسابقات لیگ برتر هم هست که در کنارش به گفته امید جان
در فدراسیون هیچ کس نمیمونه دیگه، کلی بیرون است به مسابقات است. پدر و مادرش 16 سال ما مالین دیدار خود برگزار کردن، بعدش در این مسابقات آسیا که 16 سال اشتراک کرده قرار است که سنگاپور هم کش مسابقه داشته باشه. دیگر رقابت ها هم قسمی جریان داره در سنای مختلف کاتگوری مختلف و بعدش هم بله دقیقاً یک چیز قهرمانی را بر تیم های ما داریم. دقیقاً و یک چیز دیگه که لیگ برتر افغانستان روشن هم در اساس ترین مراحل خود رسید که بخیر شنبه آینده اگه اشتباه نکنم بله. شنبه آینده مسابقات نیمه نهایی خواهد بود که معلوم خواهد شد در مسابقات رفت و برگشت کدام تیما و دور نهایی میرن و 2 اکتبر که جمعه دیگهش خواهد بود مسابقه نهایی خواهد بود و ایام یکی از هیجانای هست که افغانستان در انتظارش هست، مردم افغانستان در بعد از اینکه باز لیگ خلاص میشه بازم جنوب آسیا شروع میشه که خیلی باز وقت کل مردم به یک طرف هستیم، فقط قهرمانی خود خود شروع گرفتیم. 2015 سال فوتبال از افغانستان دقیقاً. و یک چیزی که فرخنده جان هم خود تیمایی که 8 تیمی که امسال است کل بچا بسیار قوی شدن و این بسیار خوب است برای تیم ملی ما. بله بله، ما باز در مسابقات جنوب آسیا یک از روزا در بامداد صحبت کردیم، گفتم که مهم در لیگی است که ما تیم ملی ما رو بتونیم از اینمی چرا انتخاب کنیم، به خاطر از یک نقطه ضعف تیم ملی اگر ما کلانکاری نکنیم میره بگویم میست که حالا بچه هایی که از کشورهای بیرون میاد تمرینات مشترک ندارن، امی هست که تا آماده میشن ما میبازیم. این بهترین راه هست که تیم انتخاب کنن از این بچه هایی که اصلا مثل فهیم افکار و بازیکنهای دیگه که در تیمای مختلف هستن، گلای زیاد هم به ثمر رساندن، خوب هم درخشان در هر تیم دو سه ستاره هست. بله، دو سه ستاره ای که واقعا باید در تیم ملی باشن. بسیار تشکر فخر نشد. بسیار تشکر از شما، به امید خبرای خوش از بخیر. روزیای تیم های ما هستیم، مخصوصا بانوان که رفتن یک تجربه خوب از ژاپن بگیرن بیاین که باز با سایر تیم هایی که در کاتگوری مختلف کار میکنن شریک بسازن تجارب خود. تشکر از شما خانم تاکسی گل. تشکر از شما میدان سبز. بخاطر پیرانش رنگ تاکسی داره. من یک گزارش بسیار خوب دارم. بانوان دین روز از سر بام خود پایین انداختن دفرا شد که 3 نفرش پایشان لنگ شد، 4 نفر دیگهشان پا کلف دیدن در جوی. تشکر. بریم کار وقت را گیری وقفه. وقفه بعد از وقفه ما را همراه باشین دوستان. خوش آمدین. و خب حفیظ جان از امی تو خودت هم در شهر بازار زیاد میگردی بیکار هستی میفهم کی میگردم من هیچ والا نمیگردم حالا قلم از خانه که میایی و از دفتر میری می رابندان متوجه شدی کدام چاره یاد نظر خودت بیشتر رابندان ازدحام زیاد است؟ والا جایی که خط سیر باشه اونجا زیاد رابندان می باشه چون که زیاد مقامات یا تیر بیر شون اونجا مجبور است که کل راه را بند کنه مقامات تیر شه و باز پس راه را باز کنه. دو تو چاره‌ها خصوصا در این مسیرایی که از دی افغانان از این طرف وزارت خارجه است، طرف شارنه و وزیر اکبرخان این جای زیاد بند جان دست فرانه در افغانستان هنوز هم این گپکا مانده که مقامات یا که ما در پاکستان بودم حفیظ جان یک دوره یک چند روزی رفته بودم یک کسی تیر شد قایچ یک موتر آیلکس بود حفیظ جان بس خلاص امریک شوان گفتی رو میفهمی کی است دبریزی مفتوم نیکی است گفت آصف علی زرداری است. یعنی سعی کنین که زردالو آصف علی زردالو بدر زرداری و یعنی سعی کنین و اونمو نفر دمو مقام خود دیگه آیلکس تیر میشه هیچ کس خبر نمیشه سرک بند نمیشه و دیگه متاسفانه که هنوز اگه یک نفری که یک روزم که تاکسی سازمان دارم تو دزش گرفته قول داده باشه به اون موتر زری دادن و اون نفر که میره راه بند میشه سرکار دیواره سمتی مانده میشه برسات ما پیچون نمی چوری اکسپورت امریکاست اکثرا از دمو رو ما میایم پیچون همیشه بند است به خاطر از اینکه از طرف چوری عبدالحق که میایی از اون طرف هم خودم میزنم در سرک بدست و این طرف هم در پیش شفاخانه به اندازه ازدهام است همی تونسا همی تکسیا و اونموجه هر روز باور به خدا کن تو یک از دوستا گفت ما هر روز 1 ساعت 2 ساعت متنا دینی چورای بن میمونم کل جای و هم در پلوی دو دانش شفاخانه بسیار مهم که همیشه مریض و یک چیز بسیار مهم دیگه حفیظ جان در پیش شفاخانه نوشته است که من آرنگ در سر آرنگ چلیپا زدن یعنی رنگ رند متاسفانه حفیظ جان این قارن که در پیش شفاخانه میشه دیگه جای نمیشه تی تی خب میبینن که اونجا علامه شده زده به مو خاطر مو فکر میکنن که میگن آرنگ و حفیظ جان یک چیز دیگه هم باید بگیم که دیدیمی چورای حفیظ جان خودم که میم اتروز من نیست که من 4-5 جنگ نبینم یه نفر تو چی میکنی یک نفر از دست پاکستان دری بار میاد یک موتروان است یا نیستی یک 3-4 نفر که دیگه میزنن داو داشنام کویت نگه نفر کلی خود این قصد کردی دوشتا که تاش رو میخورم تا دیگه میگم بیشی تو چیکار هست میخورم تا با خدا بار بس کجا زندگی سخت اومد دارم دیگه پا میزنن دوستا قریب است که آدم آدم بخوره به خاطر این چوری خب بر صورت یک چیز دیگه که یک آدم درد میکنه امید خیر حوصله کو جدی نشو دروغ دروغ اکتینگ میکنه یک بار پای پیاده بیا یک شکایت دیگه که یک از دوستا گفتن بر ما تلفنی زنگ زدن گفتن که امی بعض دوستایی که میرن به محفل عروسی مثلا شب 12 بجه 1 بجه به مو آل هوا یا عروسی میایند دیگه واخ بیدار هستن و میگه میایند می بلاک ها و معمولا در کوچا و در خانه در جایی که میایند
تایپ هامت بلند تا درجه آخر که همی کسایی که در خانه است کلش خواست دیگه کلی گه اشتباه کلی از خواه میخیزه و صدام بلند که تو میخیده بیخ گوش ما کدام کس چیزی را پلی کده یا موسیقی است که ما باید بخیزم دیگه یک میخیزه که میبینه 5 6 نفر است در وزار هم باز مونده نمیدونم یک چیز دیگه متوجه هستین یگون شو دو بجه شب سه بجه شب محفل خلاص میشه میایین در زیر بلاک یا در دان خانه یفه دول سر نای شروع میشه دان 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 کل لگی میخیزه آبی جان کوتا اگه بگید درباره افغانایی که در استرالیا هستن زندگیشون چطور است دلتنگ شدن پشت افغانستان نشدن والا اینطور است همی از افغانستان که دور باشی اینجا زیاد این چیز معلوم میشه شونده مد خطرناک خطرناک مثلا اگر یک کس بیاید یک هر کس مانع میشن دوست و خانواده خود که شما نرین شرایط خوب نیست و ولی که داخل افغانستان بشی همه چیز نرمال است شرایط زندگی اگر از مردم بگید اونجا مردم چون او دولت پیسه دار است نفوسش 25 میلیون نفوس و یک بر اعظم است به این خاطر مردم زیاد کاربار جدا اونجا خوب است امکانات خوب دارن افغان ها یگانه مملکت است که خانه شخصی هم 80% داره کاربار خوب هم دارن و از خاطر از همی چی میترسن بعضن که نمیان از همی رسانه و یا که میبینن امنیت یارا خود چون در رسانه خود کشورهای دیگه هم همیشه از افغانستان یک تصویر نشان میده که جنگ جنگ است و طالب است و کشتن است و زیادتر و خبر میبینه همیشه در افغانستان آدم خبر نبینه خب از بخاطر که ببینی کل جگرخونی است لطفاکت کار داره لطفاکت کار داره فضای تلویزیون میزنی بر ما اگه موهنگا که تک اومی جان گپای خسته کن زیاد زدی خیر امی اگه موهنگا کدم تحمینه خواندی امور اگه زمزم هم میکنی اومی جان ما یک علاقه من داری در بس افغانستان که مستم دیگه کس نمیشتم همیشه ریکارد ثبت میکنم یک موهنگا هم زنگ مکتب تا بخون خیر ما زمزمه نمیکنم ولی ما به خاطر آلبوم زنگ مکتب یکم داخل بگویم که یک آهنگ پشتو که مطلعش از علم کور پا کور غوارو او را ثبت میکنم و یک آهنگ ازبیکی است و دمی روزای نزدیک ما سالگره آلبوم زنگ مکتب میگیریم یک کار کاملا تازه که زیادتر توجه شود برای معارف کسی سالگره یک آهنگ نگرفته من سالگره کدوم آهنگ عاشقانه را نمیگیرم مثلا آهنگ زنگ مکتب آلبوم زنگ مکتب تعداد زیاد رو من دیدم طفلک ها مورا مرا دیدن برام دیده کاکا میت ورق بزن ورق مو برام زیاد احساس خوشی میده به خاطر پاس و احترامی که بر معارف و بر افغانستان و بر طفلا و معلمین دارم میخوایم که آلبوم زنگ مکتب سالگریش بگیرم یک تعداد از متعلمین و معلمین و یک تعداد فرهنگی ها و عزیزایی که علاقمند بودن دعوت کنم که باز اگر بامداد خوش یا قاب گفتگو یکی از برنامه کنم بسته تصویری ها از گرفتن انشاءالله که باز انشاءالله مگم حالا خیلی یک آلاب یک آشروات بکو برمو نمیتونم او بیار از برنامه که خلاص شد ما برای قسیم یک آهنگ میخوام خواستید تشکر از اینکه ما را بودین امید جان خواد بودن در برنامه ایدی هم خواد بودن دوام داد یک لایک یک لایک کردین کامنت هم دادین زنده باشین و شما میتونین به فیسبوک برین برنامه مردم اونجا ببینین در یوتیوب برین تشکر از اینکه ما را همراه بودین تل دیوی افغانستان ژوندۍ دیوی افغانستان د خدای پامان آباد اوسئ زنده باشین